من که یه یعنی مشخصه مشخص مثلا چه جور جونوری هستم نسبت به اینکه آدما در مورد من چی فکر میکنن دو زن هم ارزش قائل نیستم هم کنسرت با شما میام میبینم هم بیتلا رو میام با شما میبینم هم سینما میام باهاتون میبینم به من میگه اینا رو بگو منم میگم چرا شما رو نمیگیرن آقای هاشمی رفسنجانی رو اصلا نمره 0 بهش میدم از نظر پشتیپی قول دادم به مریم و سارا که دیگه پام نکنم من و آقای دکتر توکلی هیچ وقت با هم دیگه بحث نکردیم از زیاد چیز داشتن بدم میاد منم هم آدمم منم عاشق این هستم یه فیلم خوب ببینم مگه من شاخ دارم مگه من دوم دارم اه... احمدی نژاد اوکی احمدی نژاد تا اگه وقت بگیرنتون گشت گشت ارشاد اینو بگیره من نمیام خدا خدا کرده من اینجوری بی اختیار گریم میگیره بابا آخه این چیه پوشیدی حاج حسین همت اینا به نظر من آدم خوشتیپی بودن این دستگلا دادم به تو ما اینه تن کسی نبینیم بعدا هیچ وقت فکر نکردم که چی شده که من اینجوری شدم فکر نکنیم ما خریم نمیفهمیم ما یه جوری لباس تنتون کنیم که بهتون کاری نداشته باشن اونم هم... آره اگر مقصود شما از مد این هستش که مثلا چه میدونم اون چی که تو انگلیسی بهش میگن ترند یعنی یه جریان یه موج سیاسی اجتماعی مثلا خب اون اون آره اون آدم میتونه بفهمه ولی اگر مقصود شما مد چیزی هستش که جنبه هنری تزئینی پیدا میکنه مثل مد لباس مد آرایش مو مودی که مثلا شام فوتبالیستا یا آرتیست های سینما مثلا ریششون رو یا درست میکنن اینها که دیگران هم از اونها تقلید میکنن اون در عالم سیاست خیلی معنا و مفهومی نمیتونه پیدا بکنه حالا البته ما مثلا میگیم مثلا میگیم ریش فلانی داعشیه میدونی یا یه زمانی ریش شبیه کاسترو چیز شده بود مثلا مد شده بود و اه اینها اه یا یه زمانی عکس چگوارا روی پیراهن مثلا تیشرت و اینها حالا اگه بگیم این مثلا یه جور مد یا یک زمانی عکس بنلادن بین جوانهای مسلمان در کشورهای عربی و حتی کشورهای غربی خیلی مثلا مد شده بود عکس بن لادن و میذاشتن اینها اگه مقصودتون اینا هست به عنوان مد که خب آره یه همچین پدیده ما داریم مطرح میشن به وجود میان و یه مدتی هستن و بعدم یواش یواش محو میشن مثلا زمانی که کاپشن احمدی نژادی مد میشه یا الان مثلا توی کلاس دیگه ای مثلا جوراب های آقای ترودو مثلا توی کانادا مد میشه یا به هر صورت مورد توجه قرار میگیره چه پیامی داره این،, این, شکل پوشش ها ببینید اولین نکته ای که میشه گفت این هستش که اون فردی که باعث به وجود آمدن اون جریان شده اون موده شده اون دست کم در اون مقطع از یک محبوبیتی برخوردار بوده آقای احمدی نژاد در سال 1384 در سال 1385 در سال 1386 چه بخوایم چه نخوایم از یه محبوبیتی برخوردار بود یه محبوبیت کاریزماتیک پوپولیستی برخوردار بود هم در ایران هم در بیرون از ایران من قشنگ یادمه که خانومم با دخترام رفته بودن ترکیه راننده های که مثلا مال تاکسی بودن یا فروشنده ها یا مثلا کسانی که تو هتل بودن اینا میگفتن احمدی نژاد اوکی احمدی نژاد این برمیگرده به محبوبیت اون فرد برای اون قشری که میگن احمدی نژاد عالی احمدی نژاد اوکی اینها این, این برمیگرده میگرده به محبوبیت اسامه بن لادن برای بسیاری از مسلمانان جوان اروپایی عرب ما نمیتونیم بریم به دنبال یه دلیل خاصی بگیم که اون رانندگانی که اون کسانی که در ترکیه احمدی نژاد برشون سمبل بود میگفتن احمدی نژاد اوکی یا شاسین احمدی نژاد نمیتونیم بگیم که مثلا به خاطر افکار و عقاید احمدی نژاد بود مثلا نلسون ماندلا چگوارا گاندی در یه مقطعی مهاتما گاندی خب اینام،, اینام اینام بودن البته آیا ما میتونیم بگیم که به همون دلایلی که احمدی نژاد برای راننده ها و بال ترکیه محبوبیت داره آیا ما میتونیم بگیم مثلا به همون دلیل یا ذات دوست داشتن مهاتما گاندی و نیلسون ماندلام و اسامه بن لادن هم ما میتونیم بگیم ذات دوست داشتن یکیه نه یه مقداری اسباب و عللش با همدیگه فرق میکنه ولی در یه سری کلیت هایی با همدیگه چیز هستن با همدیگه مشترک کرد یعنی من میخوام بگم که دلایل محبوبیت نلسون ماندلا با دلایل محبوبیت احمدی نژاد خب خیلی با هم دیگه فرق میکنن ولی میخوام بگم از جهت موج ایجاد کردن کریزماتیک ایجاد کردن کاریزما ایجاد کردن آره خیلی چیزاشون با هم دیگه شبیه مثل هم دیگه هستش یعنی یعنی از یه ذاتن از یه جنسن من یه چیزی که صادقانه میتونم به شما بگم آره تو برای اولین بار میخوام اعتراف بکنم این هستش که حالا شاید این خیلی خوب نباشه گفتنش ولی حقیقتش رو بخواین من نسبت به اینکه آدما در مورد من چی فکر میکنن دو زارم ارزش قائل نیستم یعنی مثلا شما اگه به من بگی که آقای زیبا کلام هیچ میدونی که چقدر آدما به این های تو میخندن من چون خودم این ها رو دوست دارم شما اگه به من بگی که آقای زیبا کلام باش فردا بازم همچنان ساپورت تو بنداز ولی میدونی آقای زیبا کلام که از این هفت میلیارد جمعیت دنیا حالا دنیا رو برش کن از این 80 میلیون جمعیت ایران میدونه آقای زیبا کلام 79 میلیون و و نفرشون چقدر مسخره میکنن شما رو به خاطر این ساپورت ها اصلا باعث نمیشه که من فرد دیگه ساپورت رو در بیارم بندازم و گوشه بگم من کمر میبندم نه دوست دارم اینجوری راحتم من به خاطر آدم کاری رو نمی نمیدونم متوجه میشین چی بر... ببین من اگه یه چیزی رو بگم به خاطر این اون چیز رو میگم که به خاطر این نمیگم که شما خوشتون بیاد میخواد شما بدتون بیاد میخواد شما خوشتون به جهنم که شما خوشت میاد یا بدت میاد چیزی رو میگم که بهش اعتقاد دارم من خودم چون نیاز به رأی شما ندارم شما یک جمله از صادق زیبا پیدا نمیکنی که از این قربون صدقه های علکی به جوان این جوان ما نورن این جوان ما عالین این جوان ما خیلی خوبن این جوان ما گلن این مردم خوب ایرانی مردم شجاع ایرانی مردم آزاده آدم هر کاری واسه این مردم بکنه کم نه اصلا و هم چیزایی نمیگه من معتقدم مردم ما ها خیلی هاشون دوزن، دزدن خیلی هیزن ایرانیا خیلی بدتر از خیلی از مردمان دیگه هستن توشون آدم های خوب هست توشون آدم های بد هست من تو کلاس هم, هم بعضی وقتا اینو میگم به دانشجوها میتوپم بهشون چون جوونن میگم بدبختی اینه که هی قربون صدقه که شما علکی رفتن شما رو لوس و نونو رو بیمسئولیت و بیسواد بار وردن نمیکنم کنم ساپورت هم مثل اون واسه دل, دل خودم میکنم و برای اعتقاد خودم میکنم البته البته بیمارگونه نیست این رفتارم یعنی سادیسم ندارم از رنج دادن دیگران اینا به هیچ وجه لذت نمیبرم قطعا قطعا اگر شما به من بگید که آقای زیبا کلام بالاخره شما برادر الان 66 سالته شما یه چیز حدود دو دهه از عمر تو کمتر بیشتر توی انگلیس بودی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دو دهه ای هم بودی که انتباه پیدا میکنه به, به... چون الان دیگه ذهن من شکل گرفته من الان اگه مثلا کره ما هم برم همین هستم مریخ هم برم همین هستم تو قر جهنم هم برم صد سال تو جهنم بمونم همینم هم، 500 سال هم برم تو بهش همینم هم. خیلی فکر نمیکنم چیزی تو من دیگه تغییر کنه صفر شده جا افتاده بله خب من در دهه 20 انگلیس بودم و طبیعی هستش که داره داره ذهن من شکل میگیره بنابراین اگر شما به من بگی که آزی با کلم اون مقطعی که داره ذهن شما شکل میگیره به تب زندگی کردن در انگلستان درس خوندن در انگلستان بودن با اساتید انگلیسی با دانشجوهای انگلیسی رو شما تاثیر گذاشته حرف تو کاملا قبول میکنم این رد نمیکنم یه چیزی رو هم اضافه میکنم به اون چیزی که شما داریم میگی. ببین ببینید نوعا ایرانیا با اون کشور که دارن زندگی میکنن نوعا با مردمش کاری ندارن یعنی شما اگه بری از چه میدونم دویست هزار نفر ایرانی که تو آلمان زندگی میکنن صد هزار نفر ایرانی که تو انگلیس زندگی میکنن خدا هزار نفر ایرانی که تو فرانسه زندگی میکنن نوعا اگه بری با اینا از دور وایسی نگاه کنی ببینی که خیلی به ندرت یه ایرانی رو پیدا میکنی که با انگلیس ها هشت داره یه, فرانس... یه ایرانی که تو فرانسه داره زندگی میکنه با فرانسوی ها ه داره نوعا توی... توی چیزهای خودشون هستن با رفقای ایرانیشون با دوستان ایرانیشون با, با اونا چیز میکنن حالا شاپرستا با شاپرستا جمهوری اسلامی پرستا با جمهوری اسلامی... بیدینا با بیدینا بادینا با بادینا با با دیگه کردا با همدیگه ترکا با هم دیگه من اینجوری نبودم هیچ وقت فکر نکردم که چی شده که من اینجوری شدم نمیدونم خدا خدا کرده من اینجوری تو زندگی شخصی با سه تا دختر دارم و هیچ وقت هیچ چیزی رو بهشون دیکته نکردم هیچ وقت بهشون نگفتم که فلان کار رو فلان مثلا هجابت باید اینجوری باشه یا نباشه چرا چادر سرت کردی چرا نکردی به دوتا کوچیکا <تص> عطا کوچیک میگم یکیشون الان 26 7 سالشه یکیشون 24 سالشه به اونا سر حجابشون چیز میکنم میگم که بابا تو اخر چی آخه چی فکر کنی نمیدون نمی... رو سرید کو اینها هم شوخی هم جدی چیزا اینجوری میگم یا بهشون بارها گفتم گفتم اگه وقت بگیرنتون گشت گشت ارشاد اینو بگیره من نمیام اون کلانتری دل... تضمین بکنم و فلانه به من مربوط نیست یه جوری لباسنتون کنین که بهتون کاری نداشته باشه هیچ وقت بهشون نگفتم که چه مسائل سیاسی چه مسائل اجتماعی چه نمیدونم اینا مثلا من هیچ وقت به دخترام نگفتم که حتما باید رای بدین حتما باید به اینجوری رای بدین یا هیچ وقت رفتارم جوری نبوده که اگر اینا بفهمن که که اگه من بفهمم رای ندادن مثلا به فلان فرد اصلاح طلب رای ندادن بابا ناراحت میشه اینا نه واقعا اه, چیزه تو زندگی اکادمیک هم, هم در رابطه با دانشجوام و شاگردام هم همیشه اینجوری بودم ببینید خیلی اتفاق میفته خیلی 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 اتفاق میفته که اساتید ناراحت میشن میگن آقا اسم ما تو این پشت این رساله هستش این محملات چی چیه این نوشته آبرو ما میره حیثیت ما میره و نباید اینو مینوشت من دفاع من من صفر میدم من نمیام تو جلسه دفاع من من استعفا میدم من دیگه استاد راهنماش نیستم من داور نیستم من مشاور نیستم ببینید من این رو ندارم من بارها و بارها سر کلاس هایم گفته ام که اگر دانشجو اگه شاگرد من بیاد بگه که استاد من میخوام یه پروپوزال بدم برای دکترا تو علوم سیاسی من میخوام یه پروپوزال بدم برای فوق لیسانسم من میخواهم بگویم که زمین رو شاخ گاو قرار داره تو قرن 21 هستیم ولی من میخوام یه رساله بدم چون من معتقدم زمین رو شاخ گاو قرار داره من معتقدم کپلر و گالیله و همه اشتباه کردن و من میخوام تو این رساله نشون بدم متوجهش که حاضر نیست بیاد استاد راهنما بشه آیزی کرم شما حاضری استاد راهنما بشی میدونم باور نمیکنه من حاضرم استاد راهنماش بشم بارها گفتم من حاضرم استاد راهنمای ای بشم که دانشجو خواسته ثابت کنه که زمین رو شاخ گاف قرار داره دیگه از این احمقانه تر فکر نکنم میدونی چرا به دو دلیل یک اولا من معتقدم که علم اصلا اینجوری میره جلو علم اینجوری میره جلو که شما فکر کنی که زمین رو شاخ گاو قرار داره بری رسالت و, و انجام بدی و بعد متوجه که زمین روشاخ گاو قرار نداره اون وقت تازه میری به این فکر میفتی که زمین پس, پس زمین وامونده رو چیه؟ چه جوتیه؟ علم اینجوری میره جلو علم با اینکه دانش شما به بنبست میرسه میره به جلو این یکی یعنی این دلیل اولم دلیل دوم هم این که خاک بر سر استادی بکنن که بخواد اعتبار علمی شو از طریق رساله‌ای که مثلا یه دانشجو باش گذرونده ببره به جلو پس با مسئله جرز دیوار خوبم من خودم باید شخصیت علمی خودم داشته باشم ببرم بالا حالا گیرم هم که مثلا اسم من پشت ای باشه که مثلا دانشجو اومده باشه از دفاع کرده باشه گفتیم فاشیسم خیلی چیز خوبیه زمین رو شاخ گاو قرار داره آب اصلا سر بالا میره ما فکر میکنیم آب اینا اه... یعنی من فکر کنم قایت لیبرالیزم میشه دیگه که شما دلیل سوم هم این هستش که ما باید به انسانها اجازه بدیم که اون چیزی که فکر میکنن رو بیان بکنن صرف نظر از غلط بودن و درست بودنش اینو اون وقت اینو دیگه من مطمئنم که از انگلیس ها اینو یاد گرفتم که دلیلی نداره اگه من و شما با هم از نظر سیاسی آبمون توی جوب نره دلیلی نداره که مثلا دشمن همدیگر باشه هم دلم نمیاد بگم هم هم دوست دارم اینو بگم خب ببینید من خواهرمو رو چند وقت پیش از دست دادم خیلی هم ناگهانی بود خیلی هم باور نمی ایشون فوت شده باشه و اینا خب خیلی به من تسلیت گفتن آقای خاتمی به من تسلیت گفت آقای حاشمی رفسنجانی تسلیت گفت آقای مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت به هم تسلیت گفت آقای روحانی به هم تسلیت گفت آقای عارف به هم تسلیت گفت آقای علی متحری تسلیت گفت خیلی هاشون ختم خواهرم آمدن ولی اه... خب دوست ندارم نمیدونم ولی اه... ببینید یک نفر از اصولگره ها به من تسلیت نگفت یک نفر از اصولگره ها به من تسلیت نگفت خب البته آقای دکتر توکلی رفت آمد خانوادگی داریم شو. پدر داماد منه ولی دکتر توکلی که بذاریم کنار که خیش و قومی هستش یک نفر از اصولگره ها به من تسلیت نگفت یعنی اصولگرایی که مثلا ما 20 دفعه با هم دیگه مناظره کردیم دعوا مرافع کردیم تو سرکله کله هم دیگه کوبیدیم شهرستان رفتیم چیز کردیم اینا مثلا حاضر نشدش که مثلا بگه که من من فکر کنم این این اصول نیست این اتفاقا عقب ماندگیه میدونی این... این... این این اتفاقا چون من خودم اصلا اینجوری نیستم من خودم مثلا فصل یه نفر اصلاح طلب من فکر کنم باید برم من یه نفر اصولگراست من فکر کنم من باید برم یه نفر یه نفر جبه پایداریه من اگر باهاش هشت رو نشید داشته باشم قطعا میرم تسلیتم میگم اینا اینی که خب این چیزا هستش دیگه اینا رو من اتفاقا نظرت میخوام ولی اینها اتفاقا توسعه نیافتگی جامعه ایران رو میرسونه اینکه مثلا یه اصولگرا حاضر نمیشه به شما بیاد تسلیت بگه این اتفاقا پایبندی به اصول نیست این اتفاقا توسعه نیافتگیه به نظر من چون این دیگه یه یه یه, یه فضاهای عاطفی انسانی هستش و ربطی به سیاست میدونی نباید داشته باشه ببینید ما پنج تا هستیم یا پنج تا بودیم جالبه که هر کدوممون یه جورایی هستیم متفاوت از هست اون یکی خب من که یاله مشخصه مثلا چه جور جونوری هستم خواهرم که فوت شد خب ایشون به اسلام اعتقاد داشت اهل نماز و روزه و اینها بود ولی در این حال خیلی کشیده بود به مصنوی و حافظ و خیلی چیز بود خیلی مثلا تو این وادیا بود بعد از این خواهرم که فوت شد برادرم سعید هستش که خب یه جبه پایداری با تمام و کمال هستش بود. خیلی جبه پایداری ها مثلا جپ پایداری تره دیگه مثلا مشخصه خواهر دوممون ایشون هم فوق العاده متدینه اهل نماز شب و نمیدونم یه بب... ب... 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 تارموش رو واقعا شما نمیتونی ببینی هر چقدر سعی بکنی نا بعد برادر کوچیکم حسین اون کشیده شده به این کارهای آمول منفعه نمیدونم واسه یتیما نمیدونم اینا همه زندگیش وقفه مثلا کمک به،, به،, به, اینها شده رسیدیگه به, این، به اینها شده ازدواج الان هم ازدواج نکرده فل واقع و همه زندگیش چیز یعنی واقعا هر کدوم از این پنج داره شما نگاه میکنی اصلا یه یه دنیایی هم برای خودشون روابطمون خیلی خوبه با هم دیگه حالا منهای من و برادرم سعید ما بقیه همه روابطمون خیلی خوبه با هم دیگه یعنی ارا رقم تفاوت هایی که داریم خب من اصلا اهل عرفان و نمیدونم تو کجای تا شوم من چاکرت و نمیدونم مصنوی معنوی و نمیدونم حافظ اینا نیستم ولی با اون خواهرم که فوت شد خب خیلی با هم صمیمی بودیم خیلی با هم صمیمی بودیم با اینکه اون خواهرم اصلا خیلی اهل این چیزای سیاسی نبود من بودم اون اهل این چیزای عرفان و تو کجایی تا شوم من من اصلا اهل این چیزا نیستم ولی خب خیلی با هم صمیمی بودیم با دکتر توکلی هم همینطور ببینید تو انگلیسی ضرب المثل هست میگه که ما ما موافقت کردیم که با هم اختلاف داریم این میدونید یعنی چی یعنی دیگه پدر کشتی که با هم دیگه نداریم توافق کردیم که با هم دیگه اختلاف داریم سر یه سری چیزا اینا من و آقای دکتر توکلی هیچ وقت با هم دیگه بحث نکردیم هر وقت من ایشونو دیدم ایشونم اگه یه ای چیزایی گفته مثلا من وانمود کردم که از این گوش گرفتم و زحمتی که به اون گوش در کنم هم نیدم اصلا گوش اول هر ریختم پایین ایشون چیز که یه خانواده, خانواده کاملا سیاسی بود دیگه پدرم طرفدار دکتر مصدق بود پدر مادرم که خب خیلی نزدیک بودیم ایشون عاشق دکتر فاطمی بود یه مقداری این تحکم نکردن شاید از پدرمون این گرفته باشیم یکی از تاسفام و تعسرام این هستش که اوقات فراغت من زندگیم یه لیست بلند بالا هستش از فیلمایی که میخوام ببینم کتابایی که میخوام بخونم جاهایی که میخوام برم ببینم و گذاشتم وقتی کارام چیز شد کارم تموم شد امیدوارم روزی که اینا تموم بشه روزی که اینا تموم بشه هم کنسرت با شما میام میبینم هم بیتلا رو میام با شما میبینم هم سینما میام باهاتون میبینم منم آدمم هم. منم هم عاشق هستم یه فیلم خوب ببینم مگه من شاخ دارم مگه من دوم دارم چرا شما فقط از فیلم خوب لذت میبرین منتها نمیرسم اینا همه مونده اون یکی میاد مصاحبه میخواد اون یکی میاد اینو میخواد اون یکی میاد اونو میخواد کلاسام هم, هم هستش من حقیقتش یه سری چیزها رو برای خودم حل کردم ممکنه که شما بگی از محبوبیت خوشت میاد ممکنه شما بگی از شهرت خوشت میاد ممکنه بگی تو سوپاپ اطمینان رژیم هستی ممکنه بگن که شما خودت وابسته همه اینا رو به هم میگن و زحمت این که از این گوش در بکنه از این گوش بگیرم به اون گوش در بکنم من به خودم نمیدونم از همون گوش اول هری میریزم بارها شده تو خیابون یه نفر اومده من گفت ای خودتون استاد خودتون هستین میگم یه سوال بکنم ناراحت نمیشین نه ناراحت نمیشم چرا شما رو نمیگیرن میگم چه سوال ساده خب من خودشونم من با خودشون من با واسه خودشون به من, من, من میگه اینا رو بگو منم میگم میدونی یعنی اینو دیگه از بس این 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 این, این مکالمه از بس تکرار شده دیگه من از از حفظ شدم خب بعضیا که خود باهوش و گوش هستن متوجه میشن دارم مسخرهشون میکنم برای اینکه برای اینکه خب دارم مسخرهشون میکنم برای اینکه خیلی دردم میاد هنوزم با اینکه ده ها هزار بار من اینو شنیدم که چرا شما رو نمیگیرن و کسی که اینو میپرسه معمولا به دنبال جواب نیست معمولا داره به هم میگه که فکر نکنی ما خریم نمیفهمی ما فکر نکن خیلی زرنگین ما میدونیم تو رو چرا نمیگیرن تو با خود اونا هستی خب این یه جور توهینه به هم که مثلا تو چیز هستی دیگه تو مثلا نقش داری بازی میکنی فیلم داری بازی میکنی و خب بعضیشون آدم های باهوشی هستن میفهمن دارم مسخرهشون میکنم دستشون انداختم میگم که خب معلومه هم از خودشون هستم فلان اینا که دیگه پرسیدن نداره اینا بعد راشونی میکشم میرن ولی خب رنج میکشم تا اینو بگم قطعا قطعا قمگین فوت خواهرم میشه حالا ممکنه بعدها چیزهای بدتری اتفاق بیفته خدای نکرده که از اینم قمگین تر بشه ولی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم چون خیلی ناگهانی بود و و بدون اینکه هیچ مثلاً, مثلا یه نفر مریض میشه اینا شاد که خب خیلی داشتم ولی از نظر سیاسی شا... یکی از شادترین ها خب چیز بود دیگه وقتی نتایج انتخابات تهران اومد بیرون دیگه یعنی واقعا باور نمی کردم. یکی از بهترین فیلم هایی که دیدم خاطرات آن فرانک هستش که یه خانواده یهودی یه هستش که قایم شدن توی یه بالاخونه یه چیز یهودی یه من اون فیلم رو سه چهار بار دیدم و جالبه که هنوز که هنوز اون فیلم رو ببینم بی اختیار گریم میگیره میدونین خیلی برام چیز بود دیوانه که از قفس پرید جک نیکلسون سال 56 واقعا اینا رو من چیز بود رو... یعنی آدم باید عاطفی باشه که این چیزا آژانس شیشه ای واقعا اینجوری بود خب قطعا آقای خاتمی <تصفح> آقای خاتمی اینجوری است حضور شما عرض شودش که آقای هاشمی رفسنجانی رو اصلا نمره صفر بهش میدم از نظر خوشتیپی <تصفح> ولی خب وقتی برمیگردیم مثلا میریم به عقب و اینها خب چرا آدمای های خوشتی پس مثلا احمد قوام و که عکسش رو زدم اونجا از نظر من جدا از موزه نه اصلا آدم چیزی بود یا تیپی داشت کلاسی داشت برای خودش من وقتی اولین بار وقتی شنیدم که جوری ایشون سیگارش رو روشن میکنی که استالین مجبور بشه از اون میز بلند بیاد سیگارش رو روشن بکنه شایدم شایدم این ساخت و پرداخته ذهن ماها بوده باشه که حچی اتفاقی در عالم واقعیت نفته داشته ولی خب برای من خیلی چیز بود تختی بالا سر شما به نظر من آدم خوشتیپی بوده اینا هستش حاج حسین خرازی همت اینا به نظر من آدم خوشتیپی بودن به نظر خودم نمیدونم دیگران دیگران باید, باید بگم دختران بعضی وقتا به هم حمله میکنن حالا لیلا که انگلیس ولی اون دوتایی که اینجا هستن هم سارا که حالا به هر حال خیلی متدینه هم مریم که خب خیلی کمتر متدینه اونا به هم میپرن که بابا آخه این چیه پوشیدی؟ بابا مثلا این چیزه نمیدونم اینا چیزهایی که دوست دارم به خیلی چیز ندارم خیلی مثلا برای مهم نیستش که حالا مثلا پاره شدن اینا این کفشم و این کفشمو مثلا قول دادم به مریم و سارا که دیگه پام نکنم چون چیز شده پا پاره شده یعنی دیگه از اینجاها ها نمیتونی بدیم بدوزنش اینا واکس هم بزنی این پارگی ها چیزه ولی خب عاشق این کفشا هستم برای اینکه فوق العاده سبک فوق العاده راحت هستم چون من روزی مثلا پیاده خیلی میرم حالا به بچه ها میگم باشه باشید, باشید. پام نمیکنم و اینا ولی بازم پام میکنم چون چیزه چون راحته برام یه جورایی مثلا راحتم دیگه میدونی بازی میکنم دستام میگیرم اینجا میارم عقب میبرم جلو نمیدونم اینا خیلی چیز نیستش دیگه. عادت کردم بعدم میدونی یه جورایی چیز شده دیگه یه جورایی مثلا نمیدونم عادت کردم بهشون فل واقع اگه نباشه مثلا فکر میکنم که خیلی وقتا بدونی که متوجه شدم تو خونه هم مثلا ساعتهایی اینا همینجوری هستن یک مصاحبه گر معروف آمریکایی هستش که آره آره شنیدم اون مثلا چیزه اونم آره یکی از مشکلات من تو زندگی این هستش که کادوهایی که آدما بهم به میدن خیلی میخندم خوشحال میشم تشکر میکنم اینا بعد هنوز اون آدمه اون آقاه اون خانم پاش از در نزشته بیرون میدم به یکی دیگه <laughs> برای اینکه ب... ب... از زیاد چیز داشتن بدم میاد مثلا در کومودمو که باز میکنم میبینم 6 تا پیرن دارم دلم نمیخواد دلم میخواد یک دو تا بیشتر نباشه بعضی وقتا بچه ها میگیرن یا دیگران مچم میگیرن که مثلا زیاد, زیاد, دارم. زیاد دارم آره نه آره نه معمولا معمولا به اونایی که منو بیشتر میشناسن به هم میگن میگن راضی نیستیم اینو به کسی بدی دکتر تو رو قرآن ما اینه تنی کسی نبینیم بعدا اینا خیلی واقعا دلخور میشه اگه بعدا من تن کسی ببینم یه بار این خواهرم که همین خواهرم که فوت شده بود تو زندان برام یک رفته بودن ترکیه نمیدونم کجا رفته بودن حالا الان درست یادم نمیاد بعد یک خودشو پیرن نمیشد تو زندان چیز بکنی مثلا تیشرت ورده بودن اینا بعد به من گفته بود که اینا من به یاد تو اونجا آوردم و اینا بعد من دادمش به یکی دیگه بچه‌ایه که اون ملاقات خیلی کم براش می اومد شهرستان براش می اومدن اینا بعد دادم به اون دست برگزا روزی که بودیم ملاقات اونم بغل دست من بود خواهرم حضور ملاقات اصلا خوشگیش زد دیگه اینم هم, هم سفارش کرده بود اصلا تن اون یکی زندانی هستش و اینا چرا از این دست گلاب دادم به آن.